سرخط مهمترین خبرها. سفارت بریتانیا جزئیات سفر رئیس ستاد نیروهای مسلح این کشور به کابل را اعلام کرد. حمله بر دانش آموزان مکتب سیدالشهدا، مکرون به زبان فارسی با مردم افغانستان همدردی کرد. و در اخیر مارشال عبدالرشید دوستم با تمام نیروهای خود با نام خدا و با عرض سلام به مجموع خبری چینل یوتیوب وان سمارت خوش آمدین. خواهش میکنیم تا آخرین ویدیو با ما بوده و نیز چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. حمله بر دانش آموزان مکتب سیدالشهدا، مکرون به زبان فارسی با مردم افغانستان همدردی کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه با مردم افغانستان در پیوند به حمله دانش آموزان مکتب سیدالشهدا در غرب کابل به زبان فارسی ابراز همدردی کرد. خبرگزاری آفاق آقای مکرون در صفحه فیسبوکش نوشته است: تروریست ها با حمله به دانش آموزان میخواستند جوانان را بکشند. آنها میخواستند که آرزوی افغانستان در سالها را که جوانان حامل آن هستند نابود کنند. رئیس جمهور فرانسه افزوده است که ما اقدامات خود را علیه جهالت ادامه می دهیم. مکرون گفته که کشورش مایل به برقراری یک صلح پایدار در افغانستان با حفظ دستاوردهای 20 ساله اخیر است. او از طرف های درگیر جنگ در افغانستان را دعوت به گفتگو کرده و که هیچ چیزی نمیتواند خشونت را توجیه کند. روز شنبه 18 مارس انفجار پیاپی در برابر مکتب دخترانه سیدالشهدا در غرب کابل رخ داد. برخی منابع حکومتی گفتند که در این رویداد حدود 85 نفر کشته و 147 نفر دیگر زخمی شدند. گفته می شود که اکثریت قربانیان دختران دانش آموز هستند. مسئولیت این حمله را کسی و یا گروهی بر خود نگرفته است، اما حکومت طالبان را مسئول می دانند. این گروه اما داعش و حکومت مسئولیت حمله معرفی کرده است. همچنان این در حالی است که سفارت بریتانیا جزئیات سفر رئیس ستاد نیروهای مسلح این کشور به کابل را اعلام کرد. اشتصاب کابل سفارت بریتانیا روز سه‌شنبه 21 مارس با نشر خبرنامه جزئیات سفر سرنی کارتر و تام دیریو رئیس عمومی وزارت خارجه بریتانیا در امور شرق میانه، آفریقای شمالی، افغانستان و پاکستان با کابل را اعلام کرد. سرنی کارتر روز دوشنبه در یک سفر اعلام نشده به کابل آمد و همراه با قمر جاوید باجوه رئیس ستاد ارتش پاکستان با محمد اشرف غنی رئیس جمهور دیدار کرد. سفارت بریتانیا در کابل به نقل از یک سخنگوی دولت بریتانیا اعلام کرده است که این سفر بر اساس دعوت رئیس جمهور غنی انجام شده است. طبق اعلام سفارت بریتانیا در کابل، در بخشی از برنامه سفر سرنی کارتر و رئیس عمومی وزارت خارجه بریتانیا به کابل، این دو مقام ارشد در یک ملاقات دو جانبه با قمر جاوید باجوه فرمانده ستاد مشترک ارتش پاکستان اشتراک کرده اند که در آن روند صلح افغانستان به بحث گرفته شده است. رئیس ستاد نیروهای مسلح بریتانیا تاکید کرده است که کشورش همکار دوامدار با افغانستان و پاکستان به عنوان شرکا در امر مبارزه با تروریسم در منطقه خواهد بود. سرنی کارتر در جریان سفرش به کابل گفته است که لندن از طریق فراهم آوری حمایت های مالی و آموزشی سربازان و افسران افغانستان در بریتانیا به حمایت هایش از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ادامه خواهد داد. او افزوده است که ما افتخار میکنیم که در کنار نیروهای دفاعی ملی و امنیتی افغانستان مصدر خدمت شده ایم و در بلند بردن ظرفیت نیروهای مسلح مسلکی و توانمند افغانستان نقش ایفا کرده ایم و در آن نیز از آنها پشتیبانی میکنیم. یک سخنگوی سفارت بریتانیا در کابل گفته است که این فرج نشان دهنده تعهد دوامدار بریتانیا برای حمایت از افغانستان است.
به گفته سفارت بریتانیا در کابل، روابط بریتانیا و افغانستان مانند گذشته قوی است و با ورود به مرحله جدید حمایت جهادی از افغانستان، لندن از طریق کمک های دیپلماتیک، توسعه‌ای و امنیتی خود از دولت افغانستان پشتیبانی خواهد کرد. این همکاری ها عرصه تلاش های دولت افغانستان برای مبارزه با دهشت افغانی را نیز شامل می شود. بریتانیا تاکید کرده است که به دست آوردهای نیروهای مسلح دیپلماتان متخصصان توسعه این کشور در افغانستان افتخار می کند و کار آنها را در کاهش تجدید دهشت افغانی و تهداب گذاری روند صلح افغانستان مهم می داند. سفارت بریتانیا در کابل می گوید که کشورش نقش برجسته در حمایت از نهادهای امنیتی افغان و تجهیزات امنیتی داشته است و حدود 5000 کادر به شمول 300 زن را آموزش داده و از روند باثبات انتخابات افغانستان حمایت کرده است. بریتانیا می گوید که نیروهای امنیتی افغانستان از 15 جنوری به این سو رهبر دفاع از کشورشان را بر خوده گرفتند و در حال حاضر این نیروها متشکل از 350,000 نفر است و بلند بردن ظرفیتشان ادامه داده اند. لندن تعهد کرده است که از طریق فراهم آوری آموزش به سربازان و افسران افغان در بریتانیا و حمایت های مالی به نیروهای امنیتی و دفاعی افغان به پشتیبانی خود از نیروهای امنیتی افغانستان ادامه خواهند داد. همچنان این در حالی است که جنبش ملی در روی برگه فیسبوکش چنین نگاشته است: مارشال عبدالرشید دوستم وارد افغانستان شد. مارشال عبدالرشید دوستم بعد از سفر دو ماهه به کشورهای دوست ازبکستان و ترکیه امروز به افغانستان برگشت. همچنان این در حالی است که تولو نیوز چینی نگاشته است: جنرال کارتر جهاد طالبان با خروجی نیروهای خارجی توجیهی ندارد. در همین حال برخی از کارشناسان میگویند که به نظر میرسد دیدار این دو نظامی بلندپایه بخشی از تلاش های لندن برای تسهیل یک توافقنامه امنیتی نو میان افغانستان و با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر چینل یوتیوب وان اسمارت را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. الله متعال حافظ و نگهدار شما باشد. اوقات خوش داشته باشین.